سلام، نامی من بهروز. من درس صنف ششم میخونم. از عنوان کودکی بیناییم خوب نیست. از این رو در چشمانم عینک دارم. این لحظه میخواهم درباره چگونه در مکتب به خشونت گرفتار شدنم قصه کنم. روز از در صنف در اومدم. معلمه نبود. از این رو صنفخانه بسیار سرغوغا بود. دو نفر از همصنفانم که از من بزبالاتر بودند، برابر از در در اومدنم مرا مسخره کرده خندیدند. اوهو، پروفسور اومد. راست، عینک چشمش رو ببین. من با آنها اعتبار ندادم. خواستم با جایم که در قطار سیوم بود گذشته شینم. این دم یکی از همصنفانم که از آن بچه ها کمی نداشت مرا پیش پای داد. من افتیدم. اکثریت همصنفانم با ذوق خندیدند. خیریت همصنفی دیگرم که بالاتر میشیش دستم رو گرفت، ولی خیلی تابم خیره شد. آن روز درس آخرانمون تربیت جسمانی بود. در حجره لباس پوشی تغییر لباس کردم و لباس هایم را داخل جوان گذاشتم. روی خرق نشسته کراسوفکا هم را پوشیدنی بودم. این لحظه باز همون سه همصنفم مرا در حجره لباس پوشی دیده با نظم آمده مرا احاطه کردند. از دیدن آنها باز تعبم خیره شد. یکی از آنها سر و لباسم را دیده مسخره کرد. اوهو، این پروفسور ورزشگر هم بوده است. من با گپی آنها اعتبار نداده خواستم کراسوفکا ام را پوشم. این دم همصنفی دیگرم که قدش بلندتر و بزبالاتر بود از دستم کراسوفکا رو چنگ زده گرفت. خواستم کراسوفکا ام را از دستش گیرم، ولی او دستش رو بلند برداشت که قدی من نرسید، ولی کراسوفکا رو به یکی از رفیقانش هوا داد. زود طرفی او دویدم، وای باشد به رفیق دیگرش پرتاب. آنها از این عملشان با ذوق میخندیدند. نفری از آنها باشد با تلفنی دستیش این لحظه رو به نوار میگرفت. همین وقت صدای هوشتک معلم تربیت جسمانی بلند شد. کراسوفکی که به دست پسر بچه نسبتاً قد بلند خورده بود بالای جوانچه پرتاب و همراه رفیقانش از در بیرون شدند. کراسوفکا هم را از روی جوان گرفتم و روی خرق نشستم. راستی از این عمل همصنفانم علمم کرد. با طرب خیره از بینای مکتب بیرون شدم. در صحن حوله مکتب روی خرق یک گروه خوانندگانه که از من یک دو صف بالا میخواندند روی خرق نشسته بودند. آنها نواره را در اینترنت توسط تلفن با ذوق تماشا میکردند. نخواست چشم یکی از آنها به من افتید. با انگوش به سوی من انا وای گویان اشاره کرد. دیگران هم توجه کرده همه کسا به حالم خندیدند. بعدن فهمیدم که آن همصنفم نواری در تلفن ثبت کرده اش را همون لحظه در اینترنت گذاشته است. ناعلاج سرم را خم کردم و جانب دروازه مکتب روان شدم. نزد دروازه مکتب پیش رویم دختر و پسر برآمد که در صنف های بالایی میخواندند. آنها حال مرا مشاهده کرده ورقه را به دستم داده از نزدم گذشته رفتند. ورق را از نظر گذراندم و داخل سومکه ام گذاشتم. پس از خوراکی شام آن ورقه را پورا خواندم و به خلاصه آمدم تا اوید به حالت امروزه از قطعه عرض و شکایت هایی در مکتبمون بوده استفاده کنم. پس از چند روز عمل آن همصنفانم در کمیته جمعیتی اوید به عمل گردانی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند محاکمه شد. با قرار کمیته با خوانندگان و پدر و مادر آنها که در مجلس اشتراک داشتند مشورت ها گذراندند. بعد از این همصنفانم خطایی هایشان را فهمیده با من دوست شدند. پس از این من نیز در پیشگیری از زورآوری یکی از فعالان گشتم.